بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما مردم عزیز، شب بخیر. مردم ایران اسلامی بار دیگر با حضور آگاهانه و انقلابی خود توطئه‌های دشمنان را خونسا کردند. مردم پس از برگزاری نماز جمعه اغتشاشات اخیر را محکوم کردند و یک صدا فریاد مرگ بر آشوبگر و مرگ بر فتنه‌گر را سر دادند. خودم پیروز تو صحنه از سر کارم تعطیل شدم، داشتم از جمعیت رد می شدم، دیدم به چادر من حمله کردن و چند تا آدم با غیرت منو فراری دادن از جمعیت. جونم هم می گذارم که پای این شهدایی که رفتم وایسم. اینجا تبریز است، دیار مردمان با بصیرت. مراقب باشیم، برخی غافلان به تحریک معاندان از پشت خنجر میزنند. من اومدم که نذارم دشمنانم پرچمم آتیش بزنن. شیوه اعتراض این که به اموال عمومی آسیب بزنی، این که شروع کنی به تخریب آمبولانس و اتوبوس شرکت واحد و پلیس که حافظ امنیت، این شیوه درستی نیست. حجاب ارثیه حضرت زهراست و برای من با ارزش ترین چیزیه که دارم. مرگ بر اسرائیل! خیلی همه مردم مطالبه دارن نسبت به فوت خانم امینی، اما مطالبه درست، مسالمت آمیز خیلی فرق تا با اغتشاش. حجاب خودم، حجاب فرزندم رو حفظ میکنم. اومدیم بهشون نشون بدیم که هیچ غلطی نمیتونن بکنن. آمدیم که مرگ بر این فتنه‌گرا که دستورشون از آمریکا و اسرائیل میگیرن. برخورد قانونی و درست با مسببین، به خصوص کسانی که برنامه ریزی چنین مسائلی رو بر عهده دارن، شناسایی بشن و برخورد قاطع و قانونی باشون انجام بشن. میلیاردی خرج میکنن، این اتحاد نباشه، این چادر رو از سر ما زنای مسلمان با کنن. هنرمندان و ورزشکارایی که الان دارن از بی‌حجاب حمایت میکنن، شما ارزشتون رو از این ملت دارید، محبوبیتتون رو از این ملت دارید. رسانه غربی همیشه این بوده، کارشون این بوده، غیر از این هم انتظاری ازشون نیست. اونا برنامهشون همینه، ولی ما باید اتحادمون رو در داخل حفظ بکنیم. نا
نمازگزاران تهرانی هم امروز در محکومیت هتک حرمت مقدسات و اقتشاشات اخیر پس از اقامه نماز جمعه راه پیمایی کردند. مردم انقلابی در قطعنامه پایانی ضمن توصیه به فریب خوردگان از آنها خواستند به سرعت صف خود را از عناصر معاند جدا کنند. همچنین در بخشی دیگر از مسئولان کشور خواستار برخورد با هنجار شکنان شده بود. سوار شما ملت ایران همچنان پای ولایت و پای آرمانهاش هست. این که بدونن ما پشت مملکتم و پشت رهبریمون ایستادیم. ما هم تا آخر وجودمون پشت رهبر هستیم. ما هر چی داریم از پرچم خون شهدا. جمهوری اسلامی پایدارتر و استوارتر از همیشه میمونه. جمعیتی که نماز جمعه این هفته دانشگاه تهران را متفاوت تر از هفته های قبل کرده، چرا که این بار حفظ پرچم، حمایت از قانون و حفاظت از جان و مال مردم در میان است که از سوی اختشاشگران مورد تعدی قرار گرفته. دنبال منافع سیاسی هستند، دنبال اون خون اون جوونی که فوت کرد نیستن. آشوبگرا فقط اومدن که آرامش مردم به هم بزنن. اگه اعتراضشون به حق از راه قانون، اونا فقط دنبال بهانه میگردن که مردم رو در واقع مخالف نظام جلوه بدن. این کسانی که گول خوردن، فریب خوردن، فریب معاندین خوردن، ازشون خواهش میکنم از رفعت پلیس مقتدر ما سوء استفاده نکنه. من هشدار میدم، میگم شما تیری در چله منافقای پشت صحنه نشید. خواهش میکنیم آقایون، جوانای عزیز، از این فتنه‌گرا، از این آشوبگرا فاصله بگیر. ما با این چادرمون تا آخرین قطره خون پای انقلاب میمونیم. فکر نکنید که آوردن این بچه ها کف خیابون میتونید بحث براندازی داشته باشید. اینقدر ضربه میزنن به آمبولانس، به مامور انسان، باید سفت و سخت رسیدگی بشه. وقتی دارن به اموال عمومی آسیب میرسونن، آمبولانس و نمیدونن ماشین پلیس و اتوبوس و چیزهای دیگه، این دارن میگن آقا ما دشمن شماییم. مردم بعد از نیروی انتظامی حمایت کنن، از بسیج حمایت کنن تا بالاخره این مملکت به اون اهداف بزرگش برسه. مراتب حمایت قاطع خود را از حافظان جان و مال و امنیت، نیروی محترم انتظامی که مظهر اقتدار استقلال، اقتدار و امنیت ایران به برکت خون شهدا و مجاهدت این مردم انقلابیه و اونا صف خودشون رو از آشوبگرا جدا میکنن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما. حضور آمریکایی به جنگ دین آمده. حضور آمریکایی به جنگ دین آمده. فتنه و فتنه‌گر. هشتگ ایران من، امضایی که پای روایت‌های مجازی از راهپیمایی در شهرهای مختلف کشور ضد اقتشاشات ثبت شد. ما سر تمامیت ارضی ایران، سر خاک، سر پرچم بایزد و ناسی شوقی نداشت. به نام پرچم شروع شد و انعکاسش شد امروز و این جمعیت. جمعیتی که هر کدام یک رسانه بودند برای مخابره این تصاویر و بازتاب پیام‌هایش در فضای مجازی. قطره‌ای از اقیانوس عظیم در برابر آشوبگران در ایران. اصلی‌ترین مطالبه مردمی که امروز در راهپیمایی ضد فتنه حاضر شدند، برخورد قاطع با اختشاشگران است. این پرچم ایران است. جانم فدای ایران. کاربران فضای مجازی از دیدنی ها و به یاد ماندنی های اجتماع مردمی امروز نوشتند. از همصدایی گروه های مختلف مردم. ما همه دختران یک سرزمین هستیم، با عقاید و ظواهر مختلف، همگی زیر یک پرچم زندگی می کنیم. یا کاربر دیگری که با اشاره به پوشش خانم‌ها در راهپیمایی امروز از جدایی صف مردم از اختشاشگران نوشت تا روایت شاخ گل‌ها و این سلام‌های نظامی.
کنار تصاویری که هشتگ ایران من مثل یک امضا پایش ثبت شد. ایران همیشه و همیشه ایران خواهد ماند. قابی از یک ملت زیر یک پرچم. بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما. بازگشت رئیس جمهور از سفر نیویورک. آقای رئیسی پس از شرکت در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ساعتی پیش با استقبال نماینده مقام معظم رهبری معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه در فرودگاه مهرآباد به تهران بازگشت. رئیس جمهور در نشست خبری با تشریح دستاوردهای سفر به نیویورک گفت نشست مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی بود برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و اعتراض به معیارهای دوگانه غرب در قبال مسائل مختلف جهان. اجتناب از یک جانبه گرایی، اجتناب از استانداردهای دوگانه در موضوع تروریسم، موضوع حقوق بشر، موضوع هسته‌ای، ما اعتراض کردیم به نوع نگاه‌های دوگانه و چندگانه که امروز در غرب وجود داره، به موضوعاتی که در دنیا باید نسبت بهش موضع قاطع داشت و این نگاه دوگانه مشکلات جدی ایجاد می‌کنه. زمینه بود برای بیان مظلومیت ملت فلسطین. آقای رئیسی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای شنیده نشدن صدای ملت ایران در نیویورک ناکام ماند گفت ملت عزیز ما در درون کشور دشمنان رو ناکام گذاشتند. حقیقتا جلوه زیبای حضور امروز مردم عزیزمون در همه کشور جلوه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی هست. این همون صدایی است که بنده به عنوان خدمتگزار این ملت تلاش کردم که بتونم با زبان خودم و زبان ناقص خودم بیان بکنم، اونچه که این عظمتی که ملت بزرگ ایران آفریدن و این اقتداری که شهدای بزرگوارمون خلق کردن. رئیس جمهور با اشاره به دیدارهای دو جانبه خود با سران برخی از کشورهای آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین در نیویورک گفت امروز رغبت کار اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی بالاست. آقای رئیسی به دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل هم اشاره کرد و گفت آقای گوترش هم به نقش، جایگاه و ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل منطقه اذعان داشت. در همه دیدارها نقطه مشترک دیدارهای بنده با سران کشورها چه در شانگهای چه در نیویورک این است که خارجی‌ها دخالت نکنند، بگذارند کشورها خود تصمیم بگیرند. من به ایشون تاکید کردم، در نطقم تاکید کردم مسئله یمن رو واگذار کنند یمنی یمنی حل بشه، مسئله سوری رو واگذار کنند سوریه سوری سوری حل بشه، افغانستان رو 20 سال تجربه حضور ظالمانه امریکایی‌ها در اونجا بسه، بگذارن که بین الافغانی مسائل افغانستان حل بشه و بتونه دولتی فراگیر اونجا شکل بگیره که بتونه نمایندگی کنه از همه اقوام و همه احزاب سیاسی. اینو من تأکید کردم هم در سخنانم و هم در دیدارها و هم در صحبتی که با آقای دبیرکل انجام شد. استقبال مردمی از رئیس جمهور در بازگشت از سفر نیویورک. جمعی از مردم در اقدامی خودجوش از آقای رئیسی در فرودگاه مهرآباد استقبال و از مواضع عزتمندانه و قاطع رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تشکر کردند. آقای رئیسی هم با قدردانی از این حرکت مردمی گفت آنچه در نیویورک به پشتوانه قدرت مردمی بیان شد پیام اقتدار و عزت ملت ایران، پیام مظلومیت شهدای انقلاب اسلامی و پیام عدالت خواهی و مقاومت در مقابل سلطه بیگانگان بود. قدرت و تولید قدرت به دست شما مردم انجام شده. بسیاری فکر میکنن با فتنه انگیزی میتونن این قدرت رو بشکنن.
زهی خیال باطل، زهی خیال باطل. رئیس جمهور صحبتی هم با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم عمومی داشت. میخوان سوار بشن بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنن. خیال میکنن که با این نوع حرکت ها میتونن ملت رو متوقف کنن. ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه، حرفش شنیده میشه. اما اغتشاش به امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت. اونی که امروز ملت ما رو متحد کرده، منسجم کرده، همه رو پشت سر رهبری قرار داده، بنده هم به عنوان خدمتگزار این مردم، به عنوان طلبه خدمتگزار این مردم، در هیچ عرصه‌ای بدانن که ما تو هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت کشور، امنیت مردم به مخاطره بیفته. اما رئیس جمهور در سفر به نیویورک برنامه‌های فشرده، سخنرانی‌ها و دیدارهای بسیاری داشت که در آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین شد. نگاهی اجمالی داریم به این سفر 4 روزه. سفر 4 روزه رئیس جمهور به نیویورک به نمایندگی از یک ملت. ابراهیم رئیسی: من مفتخرم که نماینده ملتی هستم که میراثدار تمدن بزرگی است. اینجا در 77th مجمع عمومی سازمان ملل، سفری که در آن مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در مسائلی مانند مذاکرات لغو تحریم ها و راه های باز شدن گره توافق اعلام شد. گره توافق هسته‌ای از همون جایی باید باز شود که گره خورده است. و اینکه ملت ایران بدون توافق هم به مسیر خود ادامه می‌دهد. ما مسیر خود را فارغ از هر گونه توافق پیدا کرده و با قدرت ادامه خواهیم داد. با راهکارهایی برای حل بحران‌های منطقه که با استقبال دبیرکل سازمان ملل همراه شد. اونها هم اعتقاد داشتن که مباحثی که ایران مطرح می‌کنه رو اونها هم قبول دارن. چرا؟ چون ما مبحثمون کاملا منطقی بود. ما برای تحولات منطقه و بحران‌های منطقه، ایده‌ای که مطرح شد این بود که کشورهای منطقه و نیروهای درون منطقه باید مشکلات رو حل بکنن، گفتگوهای درون منطقه. بررسی دلایل فوت خانم مهسا امینی هم موضوعی بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و حفظ حقوق شهروندان را وظیفه ذاتی جمهوری اسلامی ایران دانست. آقای رئیسی در این حال از استانداردهای دوگانه غرب با مسائل حقوق بشر انتقاد کرد. که از این حوادث ممکنه که در جاهای مختلف اتفاق بیفته، نباید مسائل حقوق بشری رو به صورت دوگانه پیگیری کرد با استانداردهای متفاوت. ابتکارات و نقش باثبات منطقه‌ای سبب شد تا در این سفر موضوع میانجیگری ایران برای پایان دادن به جنگ اوکراین مطرح شود. در دیدار با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی، جایی که آقای رئیسی از آثار سیاست‌های مداخله‌جویانه کاخ سفید در منطقه گفت: تجربه نشون داده که هر جای دنیا شما دخالت کردید، حل مسئله نبودید، خودتون ایجاد مشکل و مسئله کردید. دیدارهای رئیس جمهور با سران 12 کشور از 4 قاره جهان هم فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی فراهم آورد. نشستی با سران ادیان الهی هم زمینه‌ای فراهم کرد تا تأثیر گفتگوی اندیشه‌ها بر نزدیک شدن پیروان ادیان مختلف بررسی شود. یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت، اسلام و بسیاری از ادیان در کنار یکدیگر میتونن با گفتمان و گفتگو همکاری سازنده با هم داشته باشن. نشست یونسکو با موضوع تحول در آموزش و ارزیابی نقش نهادهای بین‌المللی در مقابله با تهاجم فرهنگی. نهادهای بین‌المللی با احترام به حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشورها از آنان در مقابل تهاجم فرهنگی محافظت کنند. و در دیدار با ایرانیان مقیم امریکا، ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری و
فعالیت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. حالا سنگ بنایی که با تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سفر نیویورک گذاشته شد، با دیپلماسی فعال ادامه می‌یابد. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی از رئیس جمهور بابت پیگیری موضوع مجازات عاملان ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد. در بخشی از پیام سردار قاآنی آمده است: بیان شجاعانه جنابعالی در تبیین جنایات آمریکا در حق ملت‌های مظلوم و به ویژه تقبیح ترور قهرمان مبارزه با تروریسم با بالا بردن تصویر شهید عالی مقام سلیمانی و همچنین تصریح در پیگیری حقوقی و محاکمه آمران و عاملان این جنایت باعث خلق صحنه پر افتخار و ماندنی برای ملت ایران و شادمانی همه آزادگان و مظلومان جهان شد. ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش و سپاه در بیانیه‌های جداگانه ضمن تسلیت درگذشت مرحومه مهسا امینی از هوشمندی ملت شریف ایران در شناخت به موقع توطئه اخیر دشمنان قدردانی کردند و با اعلام حمایت از همرزمانشان در فرماندهی انتظامی تاکید کردند ملت بزرگ ایران و جان برکفان نیروهای مسلح هرگز به دشمنان اجازه نخواهند داد از موقعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. بر اساس آمار غیررسمی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان اغتشاشات روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور متاسفانه 35 نفر جان خود را از دست دادند. آمار رسمی را مسئولان مربوطه اعلام می کنند. شب گذشته در برخی از نقاط تهران و بعضی از شهرها تجمعاتی به صورت پراکنده برگزار شد. البته فقط در چند نقطه. پلیس هم برای جلوگیری از تخریب بیشتر با پرتاب گاز اشکاور وارد عمل شد. در شب گذشته بیشتر نقاط پایتخت و شهرهای دیگر شب نسبتاً آرامی را سپری کردند. شب پنجشنبه شهریور ماه است، میدان هفته تیر. یک تصویر با هم ببینیم. قبل از آن از بینندگان عذرخواهی میکنیم چون خیلی دلخراش است. بریدن گلوی مأمور نیروی انتظامی شهرستان آمل در اغتشاشات دو شب پیش و این تصویر، حمله اغتشاشگران به یک شهروند در اصفهان. به اموال عمومی آسیب میزنن، سنگ پرت میکنن به مغازه. اومدم اعتراض کنم که چرا این کارو میکنید. یه دفعه همشون حمله کردن سر من. از چپ و راست داره لگت ضربه به سر من میخوره، سنگ، مشت، همه چی داره به سر من میخوره. به میزان زیادی چشم چپ من ورم کرد. یه سر من دو ضربه چاقو خورده بود که کامل پوست باز شده بود. مردم عادی به نظرش من با خودشون چاقو میارن، پنج بوکس میارن. سر شبکه به ما میگفت چیکار کنیم. یه سری مواد آتیش‌زا و کوکتل مولوتوف رو درست کردیم، توی خونه ما گذاشتش که موقع شلوغ شدن شهرها ازش بر علیه بانک‌ها، اموال عمومی و ماشین‌های نظامی و مردم استفاده کنیم. هیچ کی اعتراضات اینجوری رو تایید نمی‌کنه. آسیب رسوندن به اموال عمومی خب درست نیست. وسایل عمومی خراب شدن واقعا کار خود مال هممونه، مال یه نفر نیست، مال هممون ضرر می‌کنه. نه خودم نه خانواده‌ام به هیچ عنوان نه قبول داریم نه شرکت میکنیم.
فرمانده سپاه عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌ها به عیادت تعدادی از مجروحان بسیجی حوادث اخیر تهران رفت. سردار سلامی در این ملاقات ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحان از تلاش آنها برای ایجاد آرامش و مقابله با آشوبگران قدردانی کرد. فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از انهدام یک تیم تروریستی در مرزهای آذربایجان شرقی خبر داد. در استان کردستان هم از دو نفر چندین قبض سلاح کشف شد. اما این سلاح‌ها قرار بود کجا و به چه کاری بیایند؟ وقتی کم کم غبار این آتش‌ها فروکش می‌کند، صحنه‌ها واضح‌تر به چشم می‌آید. مثل کشف این سلاح‌ها از یک تیم تروریستی در مرزهای آذربایجان شرقی که قصد اقدامات خرابکارانه در دل اجتماعات داشته. در این عملیات موفقیت آمیز دو تروریست دستگیر و دو دستگاه خودروی پراید و دنا از آنان توقیف کردید. خودروهای توقیفی مقادیر قابل توجه سلاح مهمات جنگی از جمله تعداد 3 قبض سلاح جنگی غیر مزاد توربیندار، تعداد 4 عدد نارنجک جنگی، تعداد 3 عدد ریموت انفجاری، کنترل از راه دور، تعداد دوربین عکاسی و تبلت و گوشی‌های همراه از آنان کشف و ضبط کردید. و این هم تصاویری که نهادهای اطلاعاتی از کشف سلاح منتشر کردند. و اینجا دیوان دره دیروز. قرار بود یک گروهک تروریستی 65 قبض سلاح گرم را از کردستان و سقز به استانهای مرکزی برسانند. دیشب از سقز حرکت کردیم. 3 گونی اسلحه گذاشته بودن تو ماشین. منم خبر نداشتم. طی تماس تلفنی فردی قرار بود از مقصد بوکان سقز 3 گونی اسلحه بار بزنیم به سمت استانهای مرکزی. طی مسیر تو دیوان دره تسکیر شدیم. همونطور که مستظرید خودرو حمل سلاح هاست که متوقف شده. متهمین به خاطر اینکه مامورین رو گمراه کنن از جاساز نکرده بودن. به راحتی 3 تا گونی فقط روی همین صندلی های عقب ماشین گذاشته بودن. یه حالتی که مامور گمراه بشه فکر بکنه که این مسئله نداره. مشکل نیست یا جرم نیست. به خاطر گمراه کردن مأموری پلیس کمالی جنگی مارک یو اس آ ساخت کشور آمریکاست. دلار، تجهیزات مخابراتی، وسایل ارتباطی، سلاح‌های گرم و سرد همه نشان می‌دهند گروهک‌های تروریستی به دنبال گسترش اعتراضات و بعد کشاندن آن به اغتشاشات و سپس کشته‌سازی‌ها بودند. و این پدر یک شهید که حضور این گروهک های تروریستی را با از دست دادن فرزندش لمس کرده. 40 سال عمره لبر دکانگی هل ساعت دکانگی بسته ده قدم چطور دکانگی دانلی او جرانلی که ده خواه خواله که جواب گوه و نظر من مثلا خو کسی که تلوانه نویه حلم در رو دستوا که حتن سخیابان لخیابان اینه نه انتظامی اندیه نصفه اندیه هیچ کسی گنده برسی که حل نوانه و جوری و سراته. فرام دارو دسته حتن آقا کوچکو. آمنه سادات ذبیح‌پور خبرگزاری صدا و سیما. آرامش مردم خط قرمز پلیس. فرمانده کل انتظامی کشور گفت پلیس حافظ ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، ضامن امنیت و آرامش کشور و خادم مردم است و اجازه نخواهد داد دشمنان قسم خورده این انقلاب آرامش مردم را برهم بزنند. خط قرمز ما امنیت مردم هست و به هیچ عنوان نمیگذاریم که مردم ما در حالت ناآرامی باشند و نگران باشند. با توجه به پیامی که از خارج از کشور و منشأ خارجی دارن تخریب میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، بدانن با قدرت با اونها برخورد خواهد شد. به حمد الله هماهنگی که بین مردم و پلیس وجود داره باعث ناامیدی افراد معاند هست. سردار اشتری ضمن قدردانی از حمایت‌های خالصانه و هوشمندانه مردم گفت پلیس مقتدر شجاعانه و هوشمندانه تر از گذشته با افراد مخل نظم و امنیت مردم برخورد خواهد کرد. کسانی که با سلاح گرم و سلاح سرد به جان مردم عزیز ما افتادن حتما با اونها ما برخورد قاطعانه خواهیم داشت و همه دستگاه‌ها بر اساس قانون با
با این افراد شرور برخورد خواهند کرد و ما نمیگذاریم که این ناامنی رو ادامه بدن. در کنار مردم هستیم، ما حافظ جان و مال و ناموس مردم هستیم و با اقتدار با این افراد برخورد خواهیم کرد و حتما اینها به سزای اعمالشون خواهند رسید. و نگران نباشن مردم، هر ساعتی از شبانه روز هر اطلاعاتی که داشتن منتقل کنن به پلیس. جمعی از فیلمسازان در بیانیه مشترک رفتارهای ضد ملی و ضد اسلامی آشوبگران را محکوم کردند. در این بیانیه که از طرف 32 انجمن و 64 گروه فیلمساز انقلاب اسلامی سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس و به دنبال رفتارهای ضد ملی و ضد اسلامی صادر شده، هر گونه اهانت به قرآن، مقدسات دینی و انقلابی و پرچم کشور محکوم شده است. همچنین در این بیانیه با تاکید بر این که حوادث اخیر توطئه دشمنان سرزمین پهناور ایران اسلامی است، از مسئولان حفظ امنیت و دستگاه قضایی خواسته شده قاطعانه با عاملان خرابکاری، تضییع اموال عمومی و آزار و اذیت مردم و خانواده‌های ایرانی برخورد شود. فردا بیش از 16 میلیون دانش آموز ایرانی سر کلاس های درس حاضر می شوند. با عادی شدن شرایط کرونایی کشور، درهای مدارس به روی دانش آموزان گشوده می شود. بازار خرید نوشت افزار هم پر جنب و جوش تر از گذشته شد. سال تحصیلی جدید و جنب و جوش بازار. اومدم برای کلاس دومم خرید بکنم. تونستی تهیه کنی اون چیزی که می‌خواستی؟ بله، چیزایی که دونستم بله تونستم تهیه کنم. چی رو خریدی؟ کلاسور، دفتر، غلطگیر، مداد، پاکن، همه وسیله‌های لوازم تحریری رو خریدم. خودکار، پاکن، مداد نوکی، دفتر. نوشت افزار برام بچه‌هامون دیگه، مثل قلم و خودکار و دفتر و مداد و پاکن و چیزایی که مدرسه ازشون خواسته دیگه. بازگشایی مدارس بهانه‌ای شده برای حضور خانواده‌ها در بازار. یه همه چی می‌بینه زاغ می‌کنه. تنها بچه‌ها ذوق و شوق دارن، ما هم همینطور. بالاخره اینا که ما برای اینا هم که میایم خرید می‌کنیم، ما هم ذوق داریم. دلمون تنگ شده برای مدرسه، برای مهر. ان شاءالله بچه‌ها موفق باشن. از اول داستان خرید همینجوری خنده رو هستی تا آخر؟ والا خدا رو شکر بازارا باز شد. این چند سالی که کرونا بود اینا تو خونه بودن، از طریق اینترنت مدرسه میرفتن، خیلی اذیت میکردن، سختی داشت. الحمدلله که کرونا برطرف شد و الان میتونن برن مدرسه. یه جورایی یاد سال تحصیلی خودتون افتادید؟ آره دقیقاً، اون موقعی که با مامانمون برای اول مهر میامدیم خرید. داره دقیقاً، هم دوستشم هم پدرشم. یعنی اینه که معمولا تو خونه خیلی با هم اختیم، چه تو خونه چه بیرون. الحمدلله الان توفیقی شد که اومدیم بیرون. چقدر آماده؟ نیست نیست، خیلی آمادم. دیگه باید برای موفقیت تلاش کنی دیگه. ذوق شوق دارم برای مدرسه، علاقه زیادی دارم برای درس خوندن. می‌خوایم بریم مدرسه و خیلی ذوق داریم. خیلی دوست دارم برم مدرسه. یه آرزوی موفقیت می‌کنم برای همه همکلاسیام و همه دانش آموزای ایران. کسبه هم از رونق بازار راضی اند. خدا رو شکر، ما که همیشه توکلمون به خداوند بوده، انشالله که برای همه خوب باشه. مدارس هم که باز شده مردم استقبال خوبی کردن برای لوازم تحریر. رونق چطوره؟ رونق هم بهتره، خوب. تو الحمدلله راضی هستی؟ بله بله. ولی الحمدلله امسال بله خیلی خیلی بهتر شده. شروع اشتیاق امروز در بازار نوید آمادگی دانش آموزان برای شروع یک سال تحصیلی پرنشاط را می‌دهد. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما. اعزام موکبداران عراقی به مشهد مقدس. مراسم بدرقه موکبداران عراقی که پس از خدمت به زائران حسینی حالا راهی مشهد الرضا برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام شده اند، با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان برگزار شد. اجتماع بزرگ و بی‌نظیر اربعین حسینی، سفره 80 کیلومتری شیعیان عراق در مواکب با هزاران خادم الحسین، ریشه در دلدادگی و کرامتشان دارد. شیخ محمد موکبدار جوانی است که از اینجا فرودگاه شهید سلیمانی اهواز به همراه جمعی از موکبداران و خادمین پروازشان به سوی مشهد مقدس است. شعب العراقی و شعب ایرانی هم شعب واحد.
اون شعبه. 140 موکبدار از جوانان عراقی تا موسفید کرده های طریق الحسین قرار است تا پایان ماه صفر در مشهد مقدس به زائرین امام رؤوف خدمت رسانی کنند. احنا من اهالی البصره خلال هاي الفتره من وفات الرسول حد وفات الامام الرضا ونستمر هذه الخدمه مده اسبوع كامل باذن الله. وان شاء الله عندنا زياره ثانيه الى مدينه قم بوفاه السيده معصومه ونحن مستمرين من موكب شباب علي الاكبر إلى مشهد المقدس إن شاء الله لخدمة زوار سيدي مولاي علي بن موسى الرضا. بدرقه گرم جوانان اهوازی به خوبی شمیم اخوت، برادری و وحدت را میداد. نحن نقول نحن ابناء الحاج ابو مهدي المهندس وهم ابناء الحاج قاسم سليماني. اینا انصافا همه چیزشون به میدان آوردن برای حب ابی عبدالله حسین. ولذا زبان قاصر از تشکر کردن. ما آمدیم به عنوان عرض تشکر به این بزرگواران، مشایعت میکنیم عزیزان رو تا پای پلکان به هر حال چی همین اتوبوس سوار هم ما میشن. به گفته موکبداران انتقال مواکب از طریق الحسین به مشهد مقدس یک معنا دارد. ان الحسین یجمعون. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. پویش هم محله‌ای امام رضا همزمان با ایام شهادت امام رضا علیه السلام، برخی از مجاوران حرم رضوی با نذر منازل خود به زائران خدمت رسانی می‌کنند. قدم‌ها برداشته شد، یکی پیاده و آن یکی سواره. جمعیتی میلیونی خود را به مشهد رساندند تا در سال روز شهادت علی ابن موسی رضا میهمان این شهر باشند. امسال مردم مشهد برای کمبود اقامتگاه های زائران دست به کار شدند. به خانه حاج خانم دلشاد رفتم، یکی از هم محلی های امام رضا که خانهش 20 سال است مهمان سرای رضاست. 20 سال پیش بلبر وکیل آباد میشستیم، راهمون خیلی دور بود به حرم امام رضا. نیت کردیم که امام رضا برامون خانه نزدیک خودش برامون جور کنه، ما بشیم خادم زائرینش. این خانه حساب و کتابش با آقاست. ما از برکت زائرا داریم خرج میکنیم و الا ما یک حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. در هزاران خانه در مشهد بر روی زائر علی ابن موسی رضا باز است. اعتقادم بر اینه که اگر که زائری میاد اینجا، واقعا فرستاده خود آقا ولی نعمتمون هست، غیر از این هیچی نیست. خیلی ها با موی سفید اولین بار است که مهمان حضرتند، نه فقط در حرم که در خانه هم محله‌ای های این حرم. خیلی آرزو داشتیم بیاییم مشهد، قسمت نمیشد. حضرت رضا را زیارت کنم، قربونش برم. امام رضا لطف کرد ما را از لطف آمدیم. هر گوشه خانه را که نگاه می کنم خاطره ای از یک کنج ایران است. از همه شهرهای ایران میان، 3 روز 4 روز بعضی 1 هفته، از کربلا میان اینجا 2 هفته 3 هفته هستن. در این خانه مهمان صاحب خانه است. با اینکه ما ازن همدیگر رو ندیده بودیم، غریب بودیم، اصلا انگار که وارد خونه خودمون شدیم. این خانه نظر رضاست. در کنار صدها هزار زائری که در مشهد مهمان هتل ها، مهمان سراها و مدارس هستند، مردم مشهد در پویشی به نام هم محله های امام رضا خانه هایشان را سرپناه زائران علی ابن موسی رضا کردند. فاطمه شهدوست، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. زخمی شدن 13 شهرک نشین و 1 نظامی صهیونیست از دیشب تا بامداد امروز. در تیراندازی بامداد جمعه گروه موسوم به ارین الاسود به 1 شهرک صهیونیست نشین در نزدیکی نابلس، 8 صهیونیست زخمی شدند. پنجشنبه شب نیز 1 جوان فلسطینی در عملیاتی شهادت طلبانه نزدیک گذرگاه بیت زیرا در جنوب غربی رام الله 5 شهرک نشین صهیونیست را با چاقو زخمی کرد. رسانه‌های فلسطین گزارش دادند نظامیان رژیم صهیونیستی به این فلسطینی شلیک کردند و او را به شهادت رساندند. پس از این عملیات شمار زیادی از فلسطینیان روبروی منزل این شهید که احمد ابو جمعه نام داشت تجمع کردند. عصر پنجشنبه هم 1 فلسطینی با خودرو 1 نظامی صهیونیست را زیر گرفت که حال او وخیم گزارش شده. اوضاع شهر قدس هم این روزها در آستانه اعیاد یهودیان ملتهب است.
خطیب مسجد الاقصا ضمن هشدار به صهیونیست‌ها درباره هر گونه هجوم و حرمت شکنی به این مکان مقدس از فلسطینیان خواست با اعتکاف در محوطه مسجد مانع یورش شهرک نشینان صهیونیست شوند. در صورت وجود اراده لازم نزد آمریکا، توافق همچنان در دسترس است. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای نروژی خود در نیویورک ضمن بیان این مطلب گفت: آژانس باید بر اساس وظایف و مسئولیت فنی خود عمل کند و از رویکرد سیاسی و دوگانه در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای فاصله بگیرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود و متنوع ایران و نروژ برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها تاکید کرد. خانم آنیکن هویتفلد وزیر خارجه نروژ نیز در این ملاقات بر علاقه‌مندی کشورش برای حل سریع‌تر موضوع برجام و گسترش همکاری‌ها تاکید کرد. سرقت اطلاعات 40% مردم استرالیا تا غرق شدن قایق حامل مهاجران نزدیک سواحل سوریه از جمله مهمترین خبرهای امروز و امشب در جهان. سرقت اطلاعات 40% مردم استرالیا در پی حمله سایبری. دومین شرکت بزرگ ارتباطی این کشور اعلام کرد در این عملیات هکرها به اطلاعات شخصی 10 میلیون مشترک دست یافتند. بنابر اعلام این شرکت، هکرها در عملیات روبودن اطلاعات کاربران موفق بودند، اما هنوز از هیچ کدام از این کاربران باج‌خواهی نشده است. پلیس و مقامات این شرکت استرالیایی درباره نحوه نفوذ هکرها به این شرکت توضیح ندادند. همه پرسی الحاق مناطق شرق و جنوب اوکراین به روسیه امروز آغاز شد. همه پرسی در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق و مناطق خرسون و زاپوروژیا در جنوب اوکراین آغاز شد و تا سه شنبه ادامه خواهد داشت. اوکراین و کشورهای غربی با این همه پرسی مخالفت کردند. در تحولات میدانی، درگیری‌ها در اوکراین ادامه دارد و نیروهای روسیه مناطقی از خارکیف را هدف حمله قرار دادند. اوکراین نیز اعلام کرد تأسیسات لوجستیک روسیه را هدف قرار داده است. مردم مالی با برگزاری تظاهرات خروج نیروهای سازمان ملل از این کشور را خواستار شدند. مردم مالی میگویند این نیروها بیشتر تحت فرمان فرانسه فعالیت میکنند و حضور آنها به نفع مردم این کشور آفریقایی نیست. کشور مالی علاوه بر سفیر فرانسه، خبرنگاران فرانسوی را هم اخراج کرده است. آخرین نظامیان فرانسوی هم حدود 2 ماه پیش این کشور را ترک کردند. به دنبال غرق شدن یک قایق در آب‌های ساحلی سوریه دست کم 73 نفر کشته شدند. این قایق از بندری در شمال لبنان سفر خود را با 120 تا 150 مهاجر از ملیت‌های مختلف آغاز کرد و در آب‌های ساحلی بندر ترتوس در شمال غربی سوریه دچار حادثه شد. به گفته این مسئولان سوریه 20 نفر از سرنشینان قایق حادثه دیده در بیمارستان الباسل ترتوس تحت درمان قرار دارند و با وجود شرایط نامساعد جوی جستجو برای یافتن مفقودان ادامه دارند. بحران انرژی نیمی از صنعت فرانسه را با مشکل تولید روبرو کرده است. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اینسه، تولید در همه شاخه‌های صنعت در این کشور از جمله آهن، فولاد، سیمان، پتروشیمی، تجهیزات حمل و نقل و صنایع غذایی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش 80% صاحبان کسب و کار نیز در مورد آینده شغلی خود ابراز نگرانی می‌کنند. واحدهای صنعتی برای کاهش هزینه‌ها به کاهش 50% مصرف انرژی توصیه شدند که به کاهش تولید منجر خواهد شد. صدها نهنگ خلبان در سواحل تاسمانی استرالیا به گل نشستند. افراد داوطلب و نیروهای امدادی توانستند 32 نهنگ را به آب‌های عمیق هدایت کنند، اما 200 نهنگ تلف شدند. اگرچه علت به گل نشستن نهنگ‌ها کاملا روشن نیست، ولی دانشمندان گرمایش جهانی را در این پدیده مؤثر می‌دانند. به گفته این دانشمندان، گرم شدن زمین موجب تغییر جریان‌های اقیانوسی و دور کردن مواد غذایی آنها شده است. این نهنگ‌ها در جستجوی مواد غذایی خطرپذیری کرده و به مناطق جدید از جمله سواحل نزدیک می‌شوند. رئیس مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت میزان صادرات شرکت‌های دانش بنیان تا پایان سال 1401 از عدد 2 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و اولویت‌های صادراتی شناسایی شده.
تو این حوزه استقبال خیلی خوب بوده. سال گذشته اگه بخوام به صورت دقیق تر بگم، اولین کشور صادرات ایران کشور همسایه عراق بوده، بعد میریم سراغ امارات. امارات به عنوان اینکه هاب واسطه است دیگه، از اونجا میره به سایر کشورها، ترکیه، روسیه، و بعد میریم سراغ کشورهای آفریقایی، و بعد قبل از آفریقا کشور آسیایی میشه در واقع حوزه چین و هند، بعد میریم سراغ آفریقا. حوزه ها را هم میتونید بفرمایید؟ بله، با اولویت در واقع مواد پیشرفته در واقع حوزه نفت، پتروشیمی، بعد میرسیم به حوزه دارو تجهیزات. آقای قلعه‌نویی همچنین از تضمین سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای صادراتی با ارائه راهکارهای جدید خبر داد. این درسته، تقریبا این اولین بار در این اتفاق می‌افته. پسندازمون از صادرات در کنار ما هست و امیدوارم توسعه پیدا کنه. طبیعتاً اونا هم سعی می‌کنن کمترین ریسک رو تو این حوزه بپذیرن، که با صحبتایی که انجام دادیم و برای کشوری که یه خورده شرط سیاسیشون متفاوته بعد ریسک رو ببرن بالا، به نظرم اتفاق خیلی خوبیه. الان صندوق نوآوری شکوفایی الان آمادگی کرده که بیا تو کشورهای در واقع هدف و اون کشوری که به هر حال خودشون ارزیابی دارن بیاد و حمایت بکنه. حمایت نظرم... صندوق نوآوری شکوفایی هم تو قالب همون ضمانتنامه است. تعطیلات تابستان به پایان رسید، اما سفرها همچنان ادامه دارد. دبیر ستاد خدمات سفر گفت در پی رشد سفرها در روزهای اخیر میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در کشور به بالای 70% رسیده است. همدان قدمگاه گردشگران و مسافران در نخستین روز پاییز شده. مازستان خوزستان اومدیم. چرا ماشا خدمتون رسیدیم؟ مکان اولی که اومدیم با اتاق و مقبره اولی سینا هم رفتیم. از همه بچه های قوم، اهل قوم، مردم قوم میخوام که بیان همدان رو ببینن انشالله. جای عالی، آب و هوا عالی، اگه گرما فرار کنن. همدان ما خیلی باصفا و خوش آب و هوا است. بعد دیرو رفتیم گنجنامه و امروز اومدیم اینجا. جای دیدنی که فوق‌العاده داره همینجا گنجنامه، آرامگاه بو علی سینا، آرامگاه بابا طاهر، گنبد علویان، برج قربان، خیلی چیزای دیدن دیگه هم داره. از گنجنامه، جایی که تاریخ و طبیعت رو یک جا معرفی میکنه، تا آرامگاه بو علی و بابا طاهر، شادی و نشاط رو به مردم هدیه کرده. بعد از گنجنامه می‌خوایم انشالله قلعه صدر هم بریم ببینیم. رامیان هم یکی از جاهای دیدنی شمال ایرانه که این روزها طبیعتش مشتری فراوانی داره. اتفاق خانواده از شارد اومدیم. از سبزوار اومدیم. از مشهد اومدم. خیلی عالیه اینجا. آبشار پشمگی که شیرینی طبیعت رامیان محسوب میشه، با قرارگیری در میان صخره‌های خزپوش چشم انداز زیبایی را خلق می‌کنه. واقعاً یک بهشت گم شده. یه دوست داریم که همه دوستان، همه هموطنا، همه همشهری‌ها بیان اینجا. شما تو این هوای گم پتو انداختین شما. هوا خیلی خنکه. اگر نندازم سردم میشه. آرامش میده. مثل باغ بهشتی، کیف میکنی. این صدای شرشر آب، صدای آواز پرنده های انرژی مثبت خیلی خوبی رو به آدم میده. برای خونسا کردن انرژی منفی و روح بخشیدن به روح روانشون، حتما از این آبشار لذت بخشی که در اینجا داریم مشاهده میکنین استفاده بکنم. این آبشار زیبا در 10 کیلومتری جنوب شهر رامیان و در روستای پاقلعه و در دل جنگل‌های سرسبز واقع شده. تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در اعلام الگوی کش و تعرفه‌های جدید صادرات محصولات جالیزی. طبق تبصره 8 قانون بودجه و وعده وزیر جهاد کشاورزی، الگوی کش و تعرفه‌های جدید باید تا پایان شهریور اعلام می‌شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید بدون الگوی کش و کاهش جذابیت صادرات محصولات جالیزی، خودکفایی در محصولات اساسی به خطر خواهد افتاد. آقای آزادی خواه از پیگیری ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد. شهریور 1400، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی. یکی از مواردی که یک بار برای همیشه باید حل کرد اجرای الگوی کشته. در همه برنامه ها اومده وزارت جهاد الگوی کشت رو اجرا کنه. تو برنامه ششم هم هست. وعده ای که 9 ماه بعد هم تکرار می شود. ما باید تا شهریور بر اساس قانون بودجه 1401 الگوی کشت رو ابلاغ کنیم. ما از امسال صادرات محصولات آببر را عوارض می‌گیریم. شهریور امسال به نیمه رسیده، باز هم تاکید بر تکلیف قانونی. شروع فصل کشت هم هست تقریبا از اواخر شهریور،
بر اساس قانون انشالله الگوی کشت رو به استانهای کشور به زرجهاد ابلاغ میکنه. کشاورزان با سلامی به پاییز فصل زراعی را آغاز کردند، اما بدون الگوی کشت و اطلاع از تعرفه صادراتی محصولات جالیزی. اصلا الگوی کشت خبری نیست اینجا. تا هنوز که اعلام نکردن نه. در مورد الگوی کشت ما چیزی ندونیم، فقط هم خیار و گرجه کاشتیم. قانون بودجه هم دولت را مکلف به اعلام الگوی کشت و تعرفه محصولات جالیزی تا پایان شهریور ماه کرده بود. قانونی که مجلس شفاف تبیین کرده و ابلاغ شده میبایست در نیمه اول سال تعیین تکلیف بشه، نیمه دوم اجرا بشه، این قانون نشده. و حال آخرین وعده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی. الان الگوی کشت ما آماده هستش، سیاست‌های پشتیبان ما آماده هستش. ببینید اگر این هفته در واقع این تعطیلات رو نمی داشتیم، من پیش بینی این بود که دقیقا این هفته در واقع اعلام شد. پس میتونید بگید مثلا نهایتا تا دو هفته آینده نهایتش اعلام میشه. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.